سلام علیکم برادر سهراب. ما البته در برنامه صدای مردم در پخش زنده هستیم و پیش از همه مبارک شود برای آزادی شما و خواستیم یک صحبت یک پیغام با مردم داشته باشید. خوب دیگه منبر از شما است، بفرمایید. و علیکم سلام برادر زایی، خسته نباشید و به شما هم مبارکگویی میکنیم آزادی را و به دیگر برادران مبارز و به همه نفرایی که منتظر بدن. واقعا ملی در تاریخ 5 اکتبر آزاد شدیم، الله را شکر. و اولا میخوام که مینداری بیان کنم و همه نفرایی که سهمگذار بودن در آزادی بنده و از اون جمله برادر نسیم شریف که اونم در روزهای اول همراه بودیم و چی به برادران مبارز، به خواهران مبارز، به وکیلان که واقعا خیلی هم کوشش رو کردن، و سازمان های حقوقی بشر و با سازمان حرکت های سیاسی و افرادی که چی آشکار چی افرادی که مقصد برای های پنهانی و نهانی سهم گذاری کردن، با هموطنی که با دعا بدن، چی پدران و مادران و دوستانی که در عموم از بزرگترین تا کوچکترین هر نفری که سهم گذار بود و همه مینداری بیان میکنم از نام خودم و از نام کل مبارزان گروهی 24 تشکر زیاد. و هر یک نفری که سهم گذاشت چگونه بود سهم گذاریش، البته که سهم هیچ نفر به تاثیر نبود، هر یک نفر یعنی که تاثیر گذار بود و خیلی مینداریم. از آن جمله از حکم عادلانه دادگاهی ترکیه و از حکومتش از من مینداریم و بازم تشکر زیاد به همه نفرای سهم گذارم. فقط میخواستیم بفهمیم که آیا به زودی روزهای نزدیک یکان صحبت علاحیده با مردم خواهیم داشت؟ این نقطه بود که از ما زیاد پرسیدن، چون که میخواستن در همین برنامه همراهتون صحبت کنن. در این چی فکر داره؟ البته یکی از وظیفه ها یا که گروه 24 در بین مردم همچه یک حرکت مردمی شناخته می شود و یعنی که منظور چیست؟ منظور که رابطه با مردم، همه وقت با مردم بودن، با مردم در تماس بودن، با مردم مصلحت کردن، همکاری کردن این است. و اولا عذر می خوام از هموطنان، از دوستان عزیزانی که یعنی که سری وقت ما امروز با بعضن به خط و به زنگ های تلفنی جواب دادن نمیتونیم، عذر زیاد. و انشالله که قصد داریم که در روزهای نزدیک و چیونه که عادتا ما روزهای جمعه است بنده صحبت میکردیم با مردم، انشالله که در روزهای نزدیک، در روز جمعه انشالله مفصل اطراف این موضوع صحبت میکنیم و هر سوال هایی که از جانب شما رسید به ما انشالله که به این سوال ها یعنی که خاص به همین موضوع جواب خواهیم داد و یک صحبت مفصل اطراف این خواهیم داشت. خیلی خوب. اخیران سوال، نقشه‌های آینده چی است؟ نقشه‌های آینده عملی کردن برنامه‌هایی که هست در گروه 24 و چیونه که مثال در دوامی نه تنها یک بنده آزاد شدن، در مثال یک چند مبارزه دیگر هم بودن که بعضا از اونها آشکار شد، بعضا از اونها آشکار نشد و خب دیگر یعنی آزاد شدن. یعنی که یکی از وظیفه ها و مسئولیتی ما چی است؟ آزاد کردن نه تنها از زندان ها، کلان آزاد کردن مردم تاجیکستان، یعنی عملی کردن برنامه ها و قدم به قدم به هدف رسیدن. همین است. زنده باشید. تشکر برادر سهراب. تشکر زیاد. بازم مینداری بیان میکنم به تمام مردم تاجیکستان و به همه دوستان عزیزانی که
چی از دیگر ملت و کشور خوب سازمان هر کسی که سهم گذار بود. بازم تشکر و خصوصا به برادران مبارزم. سلامت باشین. تشکر.